بگیره لگاریتم، تی لگاریتم یک و یک دهم مساوی لگاریتم دو، تی در میاد این دیگه دقیقه، ولی خب نیازی معمولا به اینقدر دقت نیست. 7.27 سال. دقیقا همین رو یه خورده تغییرش بدیم، با نرخ رشد 20% چقدر طول میکشه تا یه پولی دو برابر بشه؟ ایناش که همه درسته، همونه. دو پیه صفر مساویس با پیه صفر در یکی به علاوه دو دهم با قوه تی. تی از اینجا از روی با استفاده از لگاریتم در میاد 3.8 سال. مطلبی که این مثال به همون میگه اینه که با نرخ رشد 10% 10 سال طول نمیکشه تا یک پولی دو برابر بشه، درست؟ یا با نرخ رشد 20% 5 سال طول نمیکشه تا یک پول دو برابر بشه، بلکه 3.8 سال طول میکشه. مشخصه برای چی؟ برای که مرکبه. سودی که سال اول میگیریم ما باز دوباره میره سر جاش به عنوان سرمایه استفاده میشه، هی بزرگتر میشه مثلا. دلشه. یه مثال دیگه، فرض کنیم که جمعیت ایران 3% اگر رشد داشته باشه و الان هم جمعیت 70 میلیون نفر باشه، چون گفتیم فرمول های ما بر مبنای رشد، به سود کاری نداره. رشد اگر جمعیت الان 70 میلیون باشه، 3% هم رشد داشته باشه، 10 سال دیگه چقدر میشه؟ پی 10 مساوی پی 0 که 70 میلیونه، 10 یکی به علاوه آی، یا 3% و 10 سال توی جدولمون هست که تو جدول اگر نگاه بکنیم 1.349، بنابراین پی 10 برابر میشه با 94. با نرخ رشد 3% 10 سال دیگه 94 میلیون. چقدر طول میکشه با همین نرخ رشد که ما جمعیتمون دو برابر بشه؟ طبق همون صحبت های قبلیمون CVIF مساوی 2 یا 1 به علاوه I به قوه T که آی هست 3/300، 1.03 به قوه 2 به قوه تی مساوی 2، تی در میاد تقریبا 23.5. اگر که 3% نرخ رشد جمعیت باشه، ما پس از 23.5 سال جمعیتمون دو برابر خواهد شد. این عدد 23.5 و نرخ 3% یک مطلب، یک موضوع اقتصاد کلان توش داره، چون توجه میکنید که 23.5 سال تقریبا یک نسله، یک نسل تقریبا همین 23 سال 24 سال نسل رو حساب میکنن و این عدد، عدد مکرو اکونومیکس شده که میان میگن که هر 23 سال تقریبا یا 24 سال 22 سال اگر که سطح زندگی دو برابر بشه هدف مناسبی است.
به عنوان هدف بگیرنش. چطور؟ یعنی سیاست مداران یا اقتصاد سیاست گذاران اقتصادی وقتی که میخوان تصمیم بگیرن که چقدر از درآمد ملی مصرف بشه و چقدر سرمایه گذاری بشه، باید اون آخر سوال رو داشته باشن تا برسن به اولش. پول به زمان ساده فعلا یا مصرف میشه یا سرمایه گذاری میشه. اگه مصرف بشه آدم امروز کیف میکنه، مصرف کرده، پولش رو توت فرنگی خریده، خورده، کیف کرده. اگر مصرف نکنه سرمایه گذاری میکنه، کی کیف میکنه؟ 10 سال دیگه، 20 سال دیگه. اون موقع که سرمایه گذاریش به نتیجه رسید، اون موقع توت فرنگی میخره، بیشتر میخوره. بس اینه دیگه، همش همینه دیگه. برای کشورهای هم همینطوره. خب حالا ما چطوری هم دیگه برای خودمون تصمیم میگیریم که بالاخره از این 100 تومانی که ما در ماه در میاریم چند تومنش رو مصرف کنیم، چند تومنش رو سرمایه گذاری کنیم؟ اون کسی که میره فوق لیسانس میخونه تصمیم گرفته که یک مقدار زیادی از این 100 تومنش رو سرمایه گذاری کنه دیگه. این تصمیم گرفته چون خیلی ها مثل شما هستن، خیلی آدم همسن شما هستن که به اندازه شما هم حقوق میگیرن و لیسانس هم دارن که تصمیم گرفتن فوق لیسانس نخونن. برای چی؟ درصد بیشتر رو توت فرنگی بخورن، شما کمتر بخورین. حالا به جاش 20 سال دیگه شما بیشتر از اونا، هدف اینه دیگه. حالا اون درصد رو یه جوری باید تعیین کنه آدم دیگه. برای دولت های هم همینطوره. دقیقا همینطوره. از این کل درآمد کشور چقدر رو ما سرمایه گذاری کنیم در کشور، یا چقدر باعث بشیم که سرمایه گذاری بشه و چقدر باعث بشیم که مصرف بشه. این سوال به این میانجامه که خب ما چقدر میخوام رشد بکنیم. آیا بیایم 80% درآمد رو سرمایه گذاری کنیم بعد 8% رشد داشته باشیم؟ خب مردم الان ناراضی میشن، بهمون رأی نمیدن بعدن روز انتخابات. نه برعکسش، آیا بیایم 90% رو همه رو بخوریم توت فرنگی حسابی امروز همه کیف کنن بهمون رأی بدن، ولی خب 10 سال دیگه چی؟ 5 سال دیگه؟ 20 سال دیگه چی؟ پس یک عددی در این وسط ها باید بذارم که این 23 سال یک هدف نگفته بین سیاستمداران هست که اینطوری تصمیم میگیرن تقریبا که ما میخواییم هر نسل دو برابر نسل قبلش سطح زندگیش باشه. سطح زندگی یعنی چی؟ درآمد ملی ما میگیم GNP، یعنی تولید ناخالص ملی، Gross National Product، تولید ناخالص ملی، کل پولی که در کشور تولید میشه، کل کالاهایی که در کشور تولید میشه و خدمات. فرق نمیکنه، خوب دقت بکنید، کل کالاها و خدماتی که در کشور تولید میشه همه رو اگه ما پولی بکنیم میشه GNP. درست؟ حالا یک چیز دیگه یه من تعریف بکنم اینجا براتون، GNI، Gross National Income، تو جمع درآمد ملی. اون مطلب قبلی رو فراموش کنین، GNP رو بذاریدش کنار، تموم شد. GNI، کل درآمد ملی، یعنی تمام ملت ما هر کدوم یک مبلغی درآمد دارد در سال.
اگر همه این 70 میلیون نفر رو درآمدشو با هم دیگه جمع بکنیم، یک